من عبدالوهاب زاده گلناز سزده سالم. هرچی او از مولی دنیا داشت دا خطه بلخ و بخارا داشت دا سنت والای و دیوان داشت دا تخت سامان داشت دا دشمنی دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمنی بی سنتش دیوان مولانا گرفت، دشمنی صنعت فروشش صنعت بهزاد بود، دشمنی به خانه اش در خانه او جا گرفت. داد او از دست گرزی رستم و سهراب را، بربرانی ناتوانه را توانا کرد او. نام خود را همچو گوری رودکی از یاد برد، قاتلانی خیش را مشهوری دنیا کرد او. قامتی کوتاه منقید از مناری کله اهل خراسان شد بلند، پسی صحرای قیچاق از بلندی بدخشان شد بلند. خلق تاجیک، خلق ارمان، آب در چشم چون یتیمان، در لبش خشم چون اسیران. از وطن تا برکفن هر بود و نابوده کی بود، برکفن تل بود وطن تل بنده ها بخشید و داد. دشمنی درویش خود را شاه و دارا کرد و خود درویش شد. در میانی تن چشمانه که در چشمانشان سالهای تنگی را میدید او. گه در آتش گه در آب، تبه تب و سوختنهای مناری سوختیانش سوخت سوخت. با خراب آبادی دیوار و دری افراسیابش شد خراب، لیک لفظ مادریش همچو شیری مادرش در زبان و در دهانش مون مون. هر سخن با شیری مادر سخت شد در استخوانش مون مون. خود به خود در گوشه خاکی دیار از جدائی از غریبی، او گریست و گریه ها بر آبشاران یاد داد، لفظ کوهستانی بر باد و باران یاد داد. رودها را رودکیدان کرد او، بادها را انوری خون کرد او. روزی ناآبادی اش تاجیک زبان آباد کرد، در زبانش دولتی بی دولتی بنیاد کرد. دولت از حرفی وزنین، دولت از شعری رنگین، از چونین شعری که هر یک مصرع اش جویه از خونی سربازانی اوست. رزن نور از آتش های زردشتانی اوز. گویی یا چون سدی مجروح او جراحت های خود را گشته و برگشته لیسی با زبانی خود دوا کرد. در سرایش تاجیک از بختی نگون گرچه با گبر و مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود. از سری صد منبر افتادن نازیرهای او تا نافتن از زبانی خیشتن، در سری صد دار جان دادند شاعرهای او تا نافتد بر زمین قدری سخن. در حد و سرحد شناسی جهان سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است. تا زبان دارد وطن دار است او، تو زبان دار است بسیار است او.